مرسی کامیا. برگشتیم به استودیو. عزیزانی که در کلاب هاوس ایران اینترنشنال هستین، آقای سیاوش داره صحبت میکنه. آقای سیاوش اگه چند لحظه منتظر بشین، ما برمیگردیم به شما و شما میتونید صحبتاتون رو با ما در میون بذارین. خواهش میکنم هرچه کوتاهتر که بشه تعداد بیشتری در برنامه حضور داشته باشن. آقای سیاوش، صحبتهای شما رو میشنویم. بله، خواهش میکنم. عرض کنم که من معتقدم این عدم مشارکت بیشتر به این سمتی داشت که رأی هایی که میتونستن برای اصلاح طلبها باشه اونها بودن که شرکت نکردن، وگرنه از اون جناح مقابل افرادی که به هر حال قصد داشتن که رأی بدن بودن و رأیشون رو دادن و این نهایتا به نفع اون سناریوی حاکمیت شد که ترجیحشون برای این بود که یک فردی با این در واقع شمایل بخواد بشه ریاست جمهور ایران. اما حالا گذشته از اینها، من معتقدم که این داستانی که در مورد رأی دادن و رأی ندادن این چند روز مطرح بود، منو به شخص خیلی به فکر فرو برد، به خاطر اینکه همونطور که رأی دادن حق افراده، رأی ندادن هم حق افراده، بنابراین کسی که رأی هم میده فکر میکنم لزوما بخواد موافق مثلا جنایت های مثلا سیستم بخواد بشه، به خاطر اینکه این فقط یک انتخابات ریاست جمهوری و افراد شرکت میکنن، برای اینکه به هر حال یک نفر ممکنه فقط نیازهای به صلاح زندگی خودش رو میخواد به اون وسیله با هدفی که داره و میخواد رأی بده در واقع به دست بره. اما گذشته از این، اتفاقی هم که افتاد و منو خیلی ناراحت کرد این بود که در بعضی از سفارت‌های ایران در کشورهای دیگه بعضی از هموطنا میرفتن کسانی که رأی میدادن رو میدادن و خب این خودش از جنس همون رفتارهای اشتباه سیستم حاکمیت ماست. به قول آقای فیروز نادری که در ناسا هستن، میگفتش که شماهایی که بعضی وقت حرفای خیلی محکمی در مقابل حتی افراد حاکمیت ایران میزنید، مثل اونها دارین عمل میکنین، دست پرورده و حاصل تربیت همونها هستیم. من فکر میکنم اگر ما میخوایم به سمت آزادی بریم باید به تمام عقاید احترام بذاریم. خیلی ممنونم سیاوش، خیلی متشکر. حمید با شما هستیم، شما کوتاه لطفا، خواهش میکنم. سلام، من یه بک بدم به 4 سال قبل. 4 سال قبل تمام حوزه ها شلوغ بود، صفای انتخابات 50 متر طول صف بود، باز مشارکت در حدود 63-64% بود. اگر بیایم بگیم آمار اعلام شده توسط وزارت کشور هیچ مشکلی نداره و نزدیک به 49% از مردم اومدن پای این صندوق انتخابات رو بر رأی دادن، 51% تحریم کردن، 51% عملا یک نه بزرگ گفتن. دیروز توی توییتر میچرخیدم، خیلی ها میگفتن رفراندوم رفراندوم رفراندوم. سالهای زیادی این انتخابات رو به رفراندوم رفت میدادن و میگفتن مردم این نظام رو میخوان. مردم دیروز یه نه بزرگ گفتن به جمهوری اسلامی و پیروز این انتخابات در هر صورت مردم بودن. ممنون. خیلی ممنونم حمید. شقایق، نظر شما رو میشنویم. سلام به شما، خیلی ممنونم از این فرصت. من اول دارم میخواد یه تبریک بگم به مردم ایران. من فکر میکنم که این یه موفقیت جمعی بود و ما به عنوان یک جامعه در حال مبارزه نیاز داریم به این نقطه ها، برای اینکه بهمون یادآوری بشه این توان جمعیمون و اینکه بتونیم حرکت سیاسی انجام بدیم. من برخلاف اون نظر دوست قبلیمون که گفتن رأی دادن فقط یک رأی دادنه، خیر اینطور نیست. در یک جامعه استبدادی مثل ایران رأی دادن فقط یک رأی دادن نیستش. در واقع تمام این سالها رأی دادن یک روشی بوده برای اینکه مردم در حال مبارزه بتونن دادخواهیشون رو ابراز بکنن یا در واقع با همدیگه یک همبستگی اعلام بکنن برای اینکه ما هستیم برای یک تغییری. و بله، درش خطاهایی هم داشتیم و ما یک رشد سیاسی کردیم هممون با همدیگه. من فکر میکنم این نقطه‌ای که مردم رسیدن نقطه بسیار مهمی هست، به یک دلیل، به دلیل اینکه تمام این سالها اصلاح طلبان از مسئله حقوق بشر استفاده ابزاری کردن. مسئله حقوق بشر مسئله بود فقط برای اینکه مردم پای صندوق های انتخابات بیان و بعد تحقیر بشن، به نحوی که اصلاح طلبان این مسئله حقوق بشر رو زیر پاشون له میکنن و مردم اعتمادشون رو به خودشون برای اینکه ما بر سر این مسئله باید بایستیم از دست بدن. من فقط یه نکته آخر بگم، این گفتگویی که دوستان میان الان هم همچنان ما میشنویم، در همین کلاب‌هاوس شما هم شنیدیم که بگن نه اصلاح طلبان شکست خوردن به دلیل مسئله اقتصاد و ترامپ، خیر، اصلاح طلبان شکست خوردن به دلیل کشتار آبان، به دلیل نقض، به دلیل اینکه در سیستمشون
تمام مسائل حقوق بشری بدتر و بدتر و بدتر شد هر سال برای مردم و نگذاشتن که مردم بر سر این مسئله اصلی بایستن و بگن که بله اقتصاد یکی از مسائل ماست، اما همه مسئله نیست. مسئله اصلی این هست که ما در این حکومت استبدادی هستیم و شما میخواید این توان رو از ما بگیرید. خیلی ممنونم خانم شقایق، خیلی متشکرم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتین. بازم تاکید میکنم عزیزانی که در کلاب هاوس دارین بحث میکنین، وقتی در استودیو میایم زمانمون محدوده، زمان رو هر چقدر مدیریت خودتون بکنین بهتره. برمیگردیم به کامیار.